طرح امنیت اجتماعی اطلاع داریم که کار مفیدی از جهت امنیت و آسایشی که مردم احساس کنن و کاری که واقعا پلیس رو نزد همه محبوب میکنه. خب خیلی خوبه، دستشون در نکنه، از همینجا خسته نباشید میگم به همشون. واقعا خوبه اینجوری امنیت وقتی برقرار باشه ساسا. خانواده ها یا خود ماها که با دخترمون میایم میریم لاغر ساسا میخوام بخوام این تلویزیون خفش با دیگه اینجا شروع آشوب نداریم که خدای نکرده چیزی بشه. ساسا با تو هم کجایی؟ واقعا خوبه، دستشون در نکنه، ممنون. اتفاقا تر خوبیه، خانواده ها در امنیت بیشتری هستن. چاره شدی؟ ساسا کجایی؟ فرید؟ ای آقا. بله از جان تکون نخور. چی کار داری میکنی آقا محمود؟ کجا داری میری ها؟ کجا؟ دنبال ساسان داداشی. ترسیدی؟ بله ببینم دیشب اون بالا چه خبر بود؟ چی کار داشتی میکردی نه؟ چی کار داشتی میکردی؟ ما هیچی اون بالا کاری نمیکردیم. باشه قبوله ترسیدی؟ بله خیلی خالیه. من با این اصله خیلی کارو کردم. ببین خیلی کارا باش آهو زدم، باش روبا زدم، یه بارم باش خرس زدم. دیدی؟ خرس گوجره. به پلیس زنگ زدین؟ آره ولی هنوز نیومدن. چیا بردن؟ چند تا تیکه طلا، یه مقدارم پول، هر چی دلار هم گذاشته بودیم برای بچه‌م فریدون، همه رو بردن. حالا بچه‌م تو کشور غریب بدون پول، همش تقصیر توئه. چقدر بهت گفتم ببر بریز تو حسابش؟ به من چه مامان؟ لپتاپ منم بردن، همه اطلاعاتم توش بود. چرا اینو نمیگین؟ خیلی خوب بهش گفتین؟ اون سر دنیاست، چی رو بهش بگین؟ احمد آقا هم رفتن؟ کجا؟ پیش پسرشون؟ نه احمد آقا رفته ماموریت کاری، امروز هم برمیگه. منظور منم احمد آقا بودن، بهش که نگفت. نه خیر، جرئت نکردی. آقای معصومی، این سومین دزدیه که توی محله میشه. چند تا هم محله های اطراف دزدی شد. میدونم مامان، اینم تو خونه جا گذاشتن، فکر کنم از جیبشون افتاده بود.
داستان ما ندیدین؟ چرا دو ساعت پیشم داشت میرفت آرشگاه. ای بابا آرشگاه برای چی؟ چه میدونم؟ آرشگاه برای چی میرن؟ حتما رفته موهاشو کوتاه کنه دیگه. دمت گرم. سعید، اومدی موهات رو کوتاه کنی؟ نه، اومدم دنبال داداشی ساسان، اینجا بود؟ آره، اینجا بود، موهاشو کوتاه کردم، یه فکول هم اینجا گذاشتم. خیلی وقت رفته سعید، ببین داماد ها، کلی کار داره. از گریب و صورت گرفته تا موی سر. تو هم بیا اینجا بشین، کارش که تمام کردم، موهای تو هم کوتاه کنم، شاید بختت هم باز بشه. مبارکه، نه من باید برم کار دارم. معلوم از تو بزرگ کجا گذاشتی رفتی؟ با تو هم جایی سلام کردنته؟ آخه الان موقع غذا خوردنه؟ اشتم بود خونه که هیچی نداشتیم که. پاشو اوضاع خیلی خرابه، پاشو بریم، پاشو. اوضاع کی خرابه؟ تا موقعی که داشته داری فکر پول مول نمی کنی. داشت یه یعنی دیزی واسه این داشته ما بیا. یعنی چی خرابه؟ آقا من غذا نمیخورم، اوضاع ما خرابه. با این قیافه نشستت اومدی این حرفا رو بزنی؟ چه غذا تو بخور دیگه؟ نه خیر، اومدم بگم اومدن دنبالمون. کی اومده دنبالت؟ باشه چی شد سعید؟ توی شده؟ کسی به چیزی گفته؟ مادر نذاریده بیاد دنبال ما کسی تو این محل؟ کی؟ پلیسا. کیا؟ همین که شنفتی. اگه همین الان بلند نشی بریم یه فکری به حال خودمون بکنیم، باید از پشت میله ها با هم بای بای کنیم. ببین داش سعید، غذا رو که زهرم کردی، حداقل یه جور صحبت کن، من ملتفت شم. چی شده؟ ببین داداش من، نیروی انتظامی ریخته تو هر محله‌ای، داره هر چی آدم عینه منو تو جمع می‌کنه میندازه گوشه زندان. یه طرح ضربتیه. نمی‌دونی بیرون چجوری منو نگاه می‌کردن؟ به چشای خودم دیدن زنگ زدم به کلانتری. تازه دم خونه احمد خان پلیس اومده بود. اون زنجیره دستم بود. دست آقا معصومی بود، داش به پلیس نشون میداد. آیس میگی؟ دروغم چیه؟ از همون تلویزیونی که جنوباری روشن گذاشتی دیدم و شنیدم، با همین دوتا چشای خودم همه رو گرفتن و بردن. بیا بفهم دارد تلویزیون نشون میده، نگاه کن. جایی مخفی میکنن که به راحتی پیدا نمیشه. داخل جوراب ها، داخل جوراب ها، داخل جوراب ها، داخل جوراب ها شون بگرد. آمه جا نیستی؟ اینجام دیگه. ببینم الان تو محلن؟ کیا؟ پلیسا دیگه. آها نه، ولی دم خونه احمد آقا یکیشون وایساده. پاشو پاشو بریم دیگه، اینجا امن نیست. پاشو اینا از چی ترسیدن؟ نه خیلی با شما نبودم. چه خبر؟ از آقا حواستو جمع کن، این چه مدل را رفتنه؟ ببخشید آبجی،
آقا ساسان. بله. سلام نگار خانم. سوس بچه دیوار. خانم زیر تو استاد خانم محترم. سلام. حالا کجا با این عجله؟ کسی دنبالتونه یا بازم قراره یه جوری جلوی ما سبز شه؟ کسی که دنبالمون نیست، یا حالت قرض عبور بود از اینجا، حالت اتفاقی که روبرو هم قرار گرفت. میشه لطفاً اینجوری حرف نزنین؟ میشه به خودتون بیاین؟ اصلا انگار یادتون رفته بابام بهتون چی گفت. درست استاد یه دیوار. یادم نرفته نگار خانم. من هنوز حرفای پدرتون تو گوشم هست. پس کی میخواین تمومش کنین؟ دو ماه دیگه بیشتر فرصت ندارین. اونم فقط و فقط به خاطر قولیه که به بابای خدا بیامرزتون دادم. حالا خود دانید. خدافظ. اصلا خوب نیست ما رو اینجا با هم دیگه ببینن. نگار خانم، نگار خانم یه لحظه وایسین. عذر میخوام نگار خانم، میخواستم خدمتتون بگم که اگه ما رو دیگه تو این محل ندیدین حلالمون کنین. یه رقمای دیگه جای ما تو این محل نیست. پای موندن نریم. یه جورای خداحافظ. شما که نمیتونستین خودتون رو عوض کنین، اصلا برای چی اومدین خواستگاری من ها؟ برو فرار کن، اصلا برای من مهم نیست. بهتون گفتم بی خود سر راه من سبز نشین. میتونی مثل یه مرد بیای بابام صحبت کنی. نه شما قضیه رو نمیدونی. نگار خانم با درست بسته دیگه. خب من که این آدم واسیدم داداش چرا منو میزنی؟ خب این آدم واسه من میگم نگاهش نکنه، واسه نگاه میکنی. خب بعدش شاکی شد رفت. بودو درست دارم مسئول، میتونم بیرون با شما صحبت کنم؟ بله، چه ما نیده؟ بفرمایید. شما مطمئن هستین که این زنجیر مال همون دوتا برادره؟ احتمالاً تو دست یکشون دیدم. بله، بقیه هم همینو میگن. میشه محل زندگیشون رو به ما نشون بدی؟ چه اشکال داره؟ ولی سرکار من مطمئنم که کار اونا هست. فقط موندم که این زنجیر چطوری اومده اینجا. فعلا با این مدرکی که جا مونده این دو نفر مظنون هستن. یه سر بریم پیششون. باشه، اگه یکی دو دقیقه اجازه بفرمایید همین الان برمیگرم. خواهش میکنم. بریم تا نرفتن خونه. من خودم با احمد آقا صحبت میکنم. شما اصلا نگران نباشید. بفرمایید. چشم. آقا مجید. بله. شما هم زحمت بکشید برید محل. به همه ای کسانی که فکر میکنید لازم امشب باشن بگید بحثونی خواهش کرد. امشب نماز مغرب و عشا تو مسجد جمع بشن. میخوام با ایشون صحبت کنم. خواهش میکنم. شما هم خواهرام بفرمایید. شلوغ نکنید. بفرمایید. بفرمایید اینجا. بندیل و برسید داری میرین مسافره؟ نه با هیچ جا نمیری، سفر کدومه؟ بس چرا بیخ خبر ها؟ و میخوای منو تنها بذیرید؟ نه اتفاقا میخوام بمونیم اینجا با شما حال کنیم، تیراندازی کن اصلا. خ...
خالیه که اون ایست. بله 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 دستاتو چرا بردی بالا محمود آقا؟ بیار پایین بابا. بفرمایید جناب سرم. ساسان سید خونه هستن؟ جناب سرم مشکوکم پشتمون فرار کرد. دشمن از کجا داری میری؟ با تو ما میندازنم زندان. زندان؟ صد دفعه تو تماس هستم بسته دیگه. میرم سر این کاری تا کی میخوایم بزنیم؟ آبا حد نزن دیگه تو آقا. چرا وایسادی؟ بیا دیگه. نمیام. میخوای چیکار کنی؟ میگیرم میندازنم زندون ها. میگم جون داداش میبریم خودمونو معرفی کنیم. معرفی کنی؟ من نیستم برم حبس. من رفتم. میای بیا نمیای نه. خب وایسا منم بیام. وایسا. نگار خونه دختر گلم؟ بله بابا خونه هم. ناهارتون هم تا نیم ساعت دیگه آماده است. ببینم این پسر ساسان امروز جلو تو گرفته بود؟ چی شد؟ بازم دست گل با آب دادی دختر؟ دستم سوخت بابا. من مثلا کی خرابکاری کردم؟ حالا کی به شما گفت؟ تو بازارچه یکی از بچه ها شما رو دیده بود. پس از من اشتباهی دیده چون اصلا کسی جلوی منو نگرفت. نمیفهمم. ما یه برخوردی با هم داشتیم ولی کسی مزاحم من نشد. پس شما با هم دیگه حرف هم زدید ها؟ نه ساسان و سعید داشتن از کوچه رد میشدن بعد نزدیک بود بخوره به من. تازه بنده خدا کلی هم معذرت خواهی کرد. چی بهت گفت؟ هیچی. اون به من هیچی نگفت ولی من هرچی دلم خواست بهش گفت. چی؟ تو هرچی دلت خواست بهش گفتی؟ بله من گفتم. از اون وقتی که بابای خدا بیامرزش اومده خواستگاری من عوض که نشده هیچی. تازه بدترم شده. اصلا انگار یادش رفته به شما چه قولی داده. میفهمم دخترم. خدا بیامرز پدرشون. اون چند سالی که پیش من توی بازارچه کار میکرد حتی یک نفر ازش شکایت نکرد. کاش یه ذره از اخلاق اون بابای خدا بیامرزش این پسره به ارث برده بود. من اصلا نمیدونم این به کی رفته. ببینم دخترم به تو نگفتن که کجا میخوام برن؟ نه چطور مگه؟ تو محله دوباره دزد پیدا شده. خونه احمد آقا رو دزد زده. ای پروانه مادرش چطورن؟ اونا خوبن. چی بردن؟ طلا، پول، یه مقداری هم وسایل. لپتاپ پروانه هم بردن. راستی پروانه از من خواهش کرد که بهت بگم یه زنگی بهش بزنی. بله حتما. بابا. بله. میگم حالا این قضیه اصلا چه ربطی به ساسان و سعید داره؟ تو محله پیچیده که کار اونا بوده. شما که باور نمی کنید. درسته که اونا تنبلن، کار ندارن، تو محل زیاده روی می کنن. ولی تا حالا کسی از اونا شکایت نکرده. آره، منم باور نکردم.
ولی تو خونه احمد آقا زنجیر ساسان پیدا شده. منم با پلیس تا دم در خونهشون رفتم. محمود آقا گفت که اونا با یه ساک از پشت بوم فرار کردن. فرار کردن؟ بله فرار کردن. من تو کوچه بخوابم خونه اون نامرد نمیدم. داد میزنی خونه ای؟ داد نمیزنم دیگه اصلا اون نامرد کنه من نگریم. من داد نمیزنم دیگه برم یه خونه جایی هم من در خونه اون نامرد نمیرم. چی میگی؟ چیزی نگفتم ببینمش. یادم پولیسه شما پولیسه اینجا آمبولانس بود. داره برو دیگه من هم مخاطی دارم. آره مادر نه حالا چه ناراحت میشی اونه داره شوخی کردن به راسته یه حرفا که زدی مال کنون فیلم رو کوچه مردا برای چی منو زد؟ با من چه میدونم خوبی هم به ما نایمده جمع کن کیفه رو ببریم با من باشم دیگه دوست جماعت دست نمیزنم. بودو مامان بیا این آرومت میکنه فدای سرت. من که نگران طلاها نیستم، نگران پولی هستم که باید میفرستادیم برای فریدون. ناراحت نباش اون بی پول نمیشه. کم از شما بابا چابیده معلوم نیست سلمان داره چی کار میکنه. میترسم به بابات بگن کار اون دو نفر بوده وقت بیاد قشقرق بپا کنه. هنوز که چیزی معلوم نیست. دیگه میخواستی چی معلوم بشه؟ اون زنجیری که شاید شبیه زنجیر اونا بوده. بله سلام پروانه نگارم، شنیدم خونتون دوز اومده، خیلی ناراحت شدم. ممنون. به بابا گفته بودی بهت زنگ بزنم، کارم داشتی؟ راستش تمامی به پروژم که روش کار میکردم تو لپتاپم بود، دیشب دوزده اونم بردن. خواستم اینم میتونی یکم کمکم کنی؟ ببینم تو برنامه های اتوکتو داری به هم بدی تو امتحانم نمونم؟
باشه عزیزم، پیداش میکنم بهت زنگ میزنم. ممنون. میشه یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. شما از کسی هم شکایت کردین؟ اگه منظورتون دوتا برادرن که همیشه تو بازارچه پلاستن؟ نه. آخه من مطمئنم که کار اونا نبود. منم هم همینطور. فکر نمی کنم ارزایی همچین کاری هم داشته باشن. فقط مامانم میترسه بابام بیاد عصبانی بشه بره سراغشون. بابای تو هم که تو دعوا استاده. آره خب. منم از همین میترسم. میترسم بره سراغشون یه کاری دست خودشون دوتا بده. حالا کی میان؟ امروز. شاید الانم پشت در باشه. الو نگار جان، یه لحظه گوشی رو نگه دادن زنگو میزنن. میگم شاید بابات باشه. بابا؟ نه اون کلید داره. گوشی؟ وای نگار جان بابامه، بعدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. سلام بابایی. سلام بابا، حالت چطوره؟ باز کن درو. من اینو میبینی دستم پره، بیا کمک. چشم، اومدم. چرا واستادی؟ بریم دیگه. معلوم از کجا داری میری؟ من خودم نمیدونم. چقدر گر میزنی سعید؟ ای کاش آقا جون زنده بود. از موقعی که آقا جون فوت کرده ما ماواره شد. من که دست خوندن افتادم، تو هم که تو خیالای خود زنی. بی خیال بابا، سعید باز داری میزنی تو جاده خاکی ها. چی کار بابا کنم؟ من چه میدونم، مثلا تو بزرگتر بودی، همش کارم شده از این اون پول گرفتم. قلم که بفهم شدیم آواره خیابونم. با من چیکار کنم؟ تو خودت که شاهدی، هزار درد زدم کار جور نشد. هر جا رفتم گفتن آقا نمیخوایم این تریب آدم، نمیخوایم سن شما نمیدم زیاده، کمی گنده ای کوچی. بیا بریم دیگه سعید. خب معلومه با این لحن صحبت کردن، با این طرز لباس پوشیدنت، خب منم باشم کار بهت نمیدم. بابا بیخیال که سعید باز داری میزنی تو جاده خاکی ها. جون داداش بیا تمومش کنه به خاطر آقا جون. بابا خدا بیامرز موقعی که زنده بود چقدر میگفت ساسان بس دیگه. بابا به خاطر نگار خانوم، به جون داداش امون رفتم تو آرشگاه یه پسره رو دیدم، اینقدر خودم خجالت کشیدم، نصف من بود داشت زن میگرفت. چه بابا مشکلت با لباسای منه؟ ترک میکنم. باشه بیا این کتم، اینم دستمال. خوبه حالا تیپم خوب شد، ترک میکنم، به جون آقا جون ترک میکنم، جون سعید، جون داداش ترک میکنم. بیا بریم. بابا تو صد دفعه از این حرفا زدی. بابا بیا بریم دیگه. صد دفعه گفتم این دو نفر مخل آسایش این محله. بابا یکی تکلیف اینا رو روشن کنه. هر دفعه رفتم تو بازارچه یه دلاف و بیکار مثل خودشون دور خودشون جمع کردن. حالا بفرما اینم نتیجهش. بابا هنوز که معلوم نیست کار اوناست. ببر اون زبونتو، مگه نگفتی وسیلشون افتاده بود تو خونه مأمور با خودش برده؟ خب دیگه چی میخواید؟ حالا کجا داری میری؟ اینقدر حرص نخور. مگه نگفتی قراره تو مسجد جمع شن؟ آره. خب اول میرم کلونتری ببینم چی کار کردن، بعدش هم میرم مسجد تا تکلیفمو با این معصومی روشن کنم. با آقای معصومی چی کار دارین؟ چی کار دارم؟
تموم این حمایت ها زیر سر اونه. ولی من میدونم کار اونا نیست. سعید و داداشش بچه های خوبی هن. فقط یکم ظاهرشون غلط اندازه. صبر کن. تو با کی هستی؟ با اونا؟ بدبخت بیچاره. اگه واسه داداشت پول نفرستیم یه راست تو زندونه. فهمیدی؟ زندان؟ تو میچه زر زندونش جگر بذاری حرف نزنی؟ قضیه زندان چیه ماما؟ هیچی بابا هیچی، خودم مدام برات میگم. آره آره بهش بگو، بهش بگو که این داداشش چه بلایی سر با آورده، بگو که چه گندی زده. من بدبخت بیچاره هر چی در میارم یه راست میفرستم واسه اون. مامان بابا چی میگفت؟ تو حرف نزنی نمیشه؟ بیاش ببینم. سلام، کجایی؟ من؟ تو محلم. همه تو مسجد جمع شدن. نترس، نمیذارم کسی منو ببینه. گفتم که خیالت راحت باشه، تابلو نمیشم. باشه، من میرم. منتظر تلفن دستم. خداحافظ. البته منظور از این که خواهش کردم امروز اینجا دوره هم جمع بشیم فقط این بوده که خیلی وقت تو محل ما اینطور جلسات فراموش شد. بله آقای مزدور، بله. البته من خیلی دلم میخواست قبل از این که به کسی ضرری وارد بشه یا اتفاق بدی بیفته ما دوره هم جمع میشه. هنوزم دیر نشد آقای معصومی. فقط کافیه محله رو پاکسازی کنیم. سلام علیکم. بفرمایید بشینید. خوش اومدید احمد آقا. البته حق دارید که عصبانی باشید. معلومه که حق دارم. خونه شما رو که دوز نزده، دارو نداره شما رو که نبرده. برده؟ نه نبردن. ولی اگه جلوشون رو نگیریم حتما میبرن. نه تنها دار و ندارمونو بلکه حیثیت محلمونم میبرم. شما یه حرفی میزنین، چرا جلوی این دوتا برادره نگرفتین که کار به اینجا نکشه؟ بله، ما به خاطر پدرشون و شما بهشون کمک میکردیم. البته هرچی هم که دادیم شما پولشو پرداخت کردیم. البته اونا توی ذهنیات خودشون یه تابلوی از خودشون ساختن سیاه. فکر میکردن که ما به خاطر ترسمون به اونا پول میدیم. بله بله، اینقدر ادامه دادین تا شدن یه پا دزد حرفه‌ای. این دویو میشه اگه جلوشون نگیرین، سومی و چهارمی و صبر کن دوست عزیزم، ما خودمون اونها رو تنبل بار آوردیم آقا. البته من میخواستم به خاطر پدرشون تا یه مدتی بهشون کمک کرده باشم تا یه کار خوبی براشون دست پا بشه برن سر کار. نمیدونستم به اینجا ختم خواهد شد و این اتفاق خواهد افتاد. اگه میدونستم یه همچی کاری رو نمیکردم احمد آقا. ولی این رو هم یقین دارم به اینکه اونها مرتکب یه همچی کاری نشدن. راستش من از وقتی که اونا رو توی خونه خودم جا دادم کار خلافی از اونا ندیدم، ولی نمیدونم چرا امروز پشت بون فرار کردن. توی توبره شونم چی بود نمیدونم. پولای من، دلارای من ولشون نمیکنم. الانم از کلانتری میام یه شکایت هم نوشتم، از فردا میفتم دنبالشون، هر طور شده پیداشون میکنم. فقط شانس بیارن جلوتر از من پلیس بگیرتشون. احمد آقا
احتیاجی نبود که این مسئله رو شما اینقدر بزرگش کنی برادر من. بابا دزدای خونه من دارن راست راست میگردن و با پولای من دارن تفریح میکنن، اون وقت شما میگی لازم نبود؟ دارم میگم دیشب خونه من بود، شبای دیگه خونه همه شماست. دل جدا از یارم کردم، در دیاری دور افتاده، مثل برگی سرگردانم، تن به دست طوفان داده، با سایه غمم رازم، با سایه غمم رازم. باز میگم سعید، زنجیر من خونه این یارو چیکار میکرد؟ من چه میدونم؟ مگه نگفتی زنجیرم گم کردم؟ خودم سردر نمیارم. میگم ما اصلا چرا فرار کردیم؟ به خاطر که میخواستم بگیرن اون بندازنم گوشه هلفتونی به جرم یک مخل آسایش دوم دزدی. اولی که زیرش نمیزنی، دومیشم من تو دزدی، تا حالا دزدی کردیم؟ دایت آقا جون چقدر میگفت آخرین زندگی که شما پیش گرفتین کار دستتون میده. همون دیگه. باشو بریم یک چیز تلفن پیدا کنیم، میخوام یه زنگ بزنم. به کی؟ چیز دیگه، خونه آقا معصومی. باشو بریم دیگه. احترام شما سر جاش حاج آقا معصومی، ولی خواهش میکنم تو کار من دخالت نکنید. من پیداشون میکنم، بهتونم ثابت میکنم که کار همین دوتاست. من که تو کار شما دخالت نمیکنم. این مسئله به کل محل مربوط میشه احمد آقا. ببینم، یعنی شما میخواید به تصمیماتی که گرفته شده پشت بکنید؟ من کاری به جمع ندارم، من فقط میخوام حق خودم رو که ازم دزدیده شده رو میخوام برگردونم، همین. بابا شما چرا کاری که مربوط به نیروی انتظامی میشه توش دخالت میکنید ها؟ خب معلومه اینجا محل ماست، نیروی انتظامی هم جزو همین محله. ما هم تا اونجایی که میتونیم باید مسائلی رو که به محل ما مربوط میشه خودمون حلش کنیم، نه اینکه بریزیم رو سر کلانتری و نیروی انتظامی. ببینید شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم رو میکنم. بابا اینا کلی مالیات و پولای جور و جور از ما میگیرن که چی؟ که ما دنبال این کارا نباشیم. شب بخیر آقا. کن بابا پیر من مبازم. یکی میخواد خودتو کمک کنه. میخواستم ازت یه خواهشی کنم. وقتی رسیدی خونه اگه ساسان و سعید رو دیدی به من خبر بده. شماره تلفن منو که داری ها؟ تو مسجد گفتی؟ گفتم چشم. حالا میگم چشم. میخوای تا خونه همراهت باشم؟ اینو ببین، کسی جرأت نداره به من چپ نگاه کنه. تو مواظب خودت باش. مواظب باش صدمه نبینی بابا جون. نه ترس، ولم کنن چهار تا شیر و حریف. حالا اون پولی رو که اون شریک نامردش بالا کشیده و گذاشته رفته رو اگه به بچه‌م نرسونیم میفته زندان. شما از کجا میدونین داره راست میگه؟ پدر همه چیزو فروخته داره براش میفرسته، هر هفته میره شهرستان فقط برای اینکه ندونم کاری فریدونو بده. خب آره دیگه، با
باشو، فکر کنم پدرت اومد. باشو، بهتر دیگه در موردش حرف نزنیم، ناراحت میشه. اصلا برو بالا تو اتاقت، برو دیگه، برو. سلام، چه خبر؟ من گفتم کار خودشونه، هر طور شده میگیرمشون. حالا خودتو ناراحت نکنم. حالا خب چیه؟ چرا واسه من انجام کنی؟ تا من لباسمو عوض میکنم یه چیز درست کن بده بخوریم. چشم، چرا خودتو ناراحت میکنی؟ باشه. نگفتم خودم فردا بهت زنگ میزنم؟ بله. الو بفرمایی. به برای چی قطع کردی؟ نگار خانم گوشی رو برداشت. خب پس میخواستی کی باشه؟ باباش. آقا یه بار دیگه بگی، یه دفعه یه جورایی دیگه یه حرف بزن. نه چه جورایی؟ آقا شما کلاس بذار داداش من. میتونی کی بفهمی که تو ترک کردی؟ اون تریپ هم اونجوری بشه که گفت. باری کلن دفعه جدیه ها؟ گرفتم. جدیه ها؟ آره میدونم. نه گرفتم. الو مهده خب بگو دیگه چرا خوف کردی؟ الو بفرمایی. ادب چرا حرف نمیزنید؟ میره اون بر صدا اونو بیشتر بیده خیلی که خون رو هره کن دیگه. آقا ساسان شمایی؟ بده من گوشی رو. الو سلام علیکم، خوب هستین؟ گوشی خدمتتون آقا ساسان. این الان درستش اینه، همین این بهتر. از اولش با همین دبه سلام سعید آقا، من آقا خانم. سلام نگار خانم، خسته نباشید. من از تلفن عمومی مزاحمتون میشم. با یکی دیگه از افرادی که هم داشتم، آقا سعید هستم کر کنار هم، نوازی میخوام. آقای جناب معصومی، آقای باباتون تشریف دارن؟ ببخشید شما؟ من قصد کردم خدمتون که من آقای ساسان هستم. هم خودتون گفتین اول ساسان، بدون که من حرف بزنم شناختین. میشه بگید شما کجایید؟ میشه بگید چرا فرار کردید؟ خدمتون عرض کنم که ما اگه فرار نمی کردیم میگرفتنمون. راجب فرمایش پدر شما اون صحبت هایی که کردن، من تصمیم گرفتم که... تصمیم گرفتید که چی؟ برید دزدی؟ اونم خونه احمد آقا. ببین آبجی، تو کار ما دزدی مزدی نیست. ببین چهارتایی واسه ما اومدن. ما هر کاری که بکنیم تو مرام ما دزدی نیست. این واسه ما نمیچسبه، هر کاری شاید بکنیم، ولی من و این راستیتش این کاره نیستیم آبجی. هر رقمی که حالا هر رقمی میشه درست حرف بزنید؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری؟ مثل همون قبل، همون اولش که حرف میزدیم. فهمیدین؟ میدونین نگار خانم، من تازه یه روز ترک کردم. تو ترکم الان. به به، پس معتادم شده بودید ما خبر نداشتیم. آره؟ معتاد دیگه چیه با؟ نه معتاد نه، تو ترک بد حرف زدن و بد رفتاریمون هستیم. اون روز شما اومدین گفتی همونجوری که گفتین لباسمو دارم عوض کردم، مدل حرف زدنم رو بهتر کردم و در حال حاضر هستیم در خدمت شما. حالا میشه بگید چرا دزدی کردین؟ ما میگیم نره، میگه بدوش. با ما دزدی نکردین. پس چرا با یه چمدون از پشت بوم فرار کردین؟ تو چمدون چی بود؟ چمدون 4 تا لباس بود، 4 لباسه خودمون. شما نمیدونین که طرح مبارزه با افراد شروره، داشتن اونا رو میگرفتن. ما اگر از در میخواستیم بریم نمیشد، در پشتمون مجبور شدیم فرار کنیم. نگاه کن، من به شما واقعیتو میگم. تر چیه؟ شرور کیه؟ تو اخبار گفتن، اخبار دو سه با چپ و راست نشون میده که اینا رو دستگیر میکنن. ما هم دیدیم اونا رو، شما هم ندیدین؟ هنوز ندیدین؟
اخبار ساعت 12 شب و نکنی دوباره باز تکرار میکنه. من از اولش میدونستم که دزدی کار شما نبوده. اصلا میدونین چی آقا ساسان؟ من به شما ایمان دارم. بعد در ضمن اصلا کی گفته که شما شرورین؟ نوکرتم هیچ کس. ما هیچی نیستیم. آکه فاتی. یعنی آدم های افتاده ای هست. الو ببخشید آقا ساسان، بابام اومد. خواهش میکنم گوشی رو بدیم به الو الو قد کرد. من که خوب حرف میزدم دیدی؟ تیریپ خیلی قشنگ اومدم نه؟ باز چی قد کرد؟ گفت بابا اومد. آه فکر کنم ترسید گوشی رو قد کرد، یادش رفتم باهاش کار دارم. خب دوباره بگیم اگه تو باباش کار نداشتی. شک میکنن ها؟ نه آقا دوباره بگیر دیگه. سلام بابا. سلام. خسته نباشیم. ممنون. شام بیارم؟ آره عزیزم خیلی گشنمه و خیلی خستم. من لباسشون آویزون کنم. ممنون. تو دستتون بشوری منم شامو میارم. باش. عجیبه نمیپرسی که اونجا چی گفتم و تو مسجد چه اتفاقی افتاد؟ چرا؟ ولی نه حتما با شما کار داریم. نه با من کسی کار نداره. خب جواب بده. آخه من اصلا این شماره نمیشناسم. الو؟ بله؟ سلام عرض شد سرکار آقای جناب معصومی. من ساسان هستم. ساسان تویی؟ خودت که بهتر میدونی احمد آقا. اگه این پولو برای بچه هم نفرستی میدونی اون بر چه بلایی سرش میاد. هر بلایی سرش بیاد حقشه. فرستادمش اون بر دنیا آدم بشه واسه خودش، برگرده عصای دستمون بشه، حالا شده بلای جونم. من که نمیخواستم بچه هم بره اون بر دنیا تو کشور غریب. خودت فرستادیش، حالا هم باید چوبشو بخوری. من باید چوبشو بخورم؟ آره من بهش گفتم بره، من اصرار کردم، تو که اصلا حرفی نزدی. گوش کن خانم، من دیگه از این لحظه هیچ کاری با این بچه ندارم، فهمیدی؟ میشه لطفا بس کنید؟ بله من دارم گوش میدم. خیلی خوب خیلی خوب، منم میدونستم که کار شما نیست، ولی باید ثابت بشه. ببینم الان کجا هستین؟ الان دقیقاً تو خیابونیم، روبرونم یه پارک هستن. خوب گوش کن ببین چی میگم. همین الان میرید به این آدرسی که میگم. بله چشم. چیه؟ وای چیه؟ یادداشت کن یادداشت کن. برای خودکارم کجا بود؟ بگو حفظ کن بگو حفظ کن. بفرمایید جان مسئول، من یادداشت میکنم. یه رستوران مال یکی از دوستان، اونجا میمونین تا من خودم فردا بیام پیشتون. چشا مسئولی یه لحظه بگین من بنویسم آدرسو. چی میخوای؟ زغال. زغال زغالم کجا بود؟ زغال بنویسم آدرسو. بابا زغالم اینجا کجا بود؟ بگو حفظ کن. داریم یادداشت میکنیم. ماجرا رو گفت. بفرمایید جایی. ممنون دخترم. میتونی از این 70,000 کمکم کنی بابا؟ بله. 70,000 ریال؟ بله. بابا. جانم. میشه منم فردا باهاتون بیام؟ نه بابا جون. من خودم میرم. تو نمیخواد بیای. میرم باهاشون حرف میزنم و سعی میکنم بیارمشون خودشونو معرفی کنم. آره بابا اینطوری بهتره. تو میگی میخوای بیای؟ مگه فردا کار نداری؟ نه من فردا کاری ندارم،
بعدم گفتم من بیام فقط به شما کمک کنم. اصلا فکر نکنین خیلی دلم میخواد بیام، من فقط دلم برای اونا میسوزه. تو هم درست مثل مادر خدا بیامرزت هستی، مثل اون حرف میزنی، مثل اون ناراحت میشی و عصبی میشی. نمیدونم اگه بعد از اون خدا بیامرز من تو رم نداشتم چیکار باید میکردم. حالا فردا بیام یا نه؟ میتونم بگم نه؟ خب چایتون رو بخوریم یخ میشه. بفرمایید. مرسی. بگیری غذاتون که تموم شد اینا رو بپوشید بیاید پیش من تا بعدم بهتون بگم که چیکار کنید. دست شما در نکنه، اینا چی هست؟ خب رو پوشه معلوم نیست؟ چرا جعفر آقا، ولی خب برای چی باید بپوشین؟ برای اینکه اینجا رو تمیز کنید. می نمیخواید اینجا بمونید کار کنید؟ نه نه، ولی آقای معصومی گفتن که میخواید کار کنید. منم گفتم اتفاقا دوتا کارگرام رفتن. آه اگه جناب معصومی فرمودن که رو چشم. چشم، کار میکنی. بپوش. ببینم داداش، ما واقعا میخوام بشیم کارگر اینجا؟ بالاخره باید یه جای شروع کنیم دیگه. اشکال نره، کار آر که نیست که. آخه داداش ما چیزی برنداشتیم، انقدر عجله داشتیم فقط دوتا تیکه لباس برداشتیم. انقدر قور نزن دیگه. فردا صبح قرار است که آقای معصومی بیاد، خودم میرم خونه، هم پول برمیدارم میام هم شناسنامه‌مونو. خیالت تخت. یه مدت کار کنیم ببینیم چی میشه. فکر کنم این جعفر آقا 10 برابر پول این قضیه که به ما داده میخواد ازم کار بکشه. از ذوق. دیر کردی؟ علیک سلام. به تو یاد ندن اول با سلام کنی. از کجا میخوای شروع کنی؟ میرم در خونه محمود. احتمال داره که شب برگشته باشن خونه شون. نه، از کجا فهمیدم فرار کرد؟ نمیدونم. فکر میکردم تا بیان بفهمن چی به چیه کارشون تموم شده، تا بیان ثابت بکنن دیگه اصلا دستشون به هیچ جا بند نیست. با اون نشونی که گذاشته بودم تو خونه. اگه گیرشون نیاریم چی؟ گیرشون میاری؟ یعنی باز گیرشون میاری؟ بابا شما که هنوز آماده نشدید. مگه نمیبینی دارم صبحونه میخورم دختر؟ میگم اشتهاتونم زیاد شده ها. اشتهای من زیاد نشده، اشتهای تو کم شده. هیچ عجله‌ای هم نداریم دخترم. صبح زود جعفر آقا زنگ زد بهم گفت که پسرها تا 2 صبح داشتن کار میکردن، حالا حتما خوابن، جاشون که خیلی خوبه، پس هیچ عجله‌ای نیست. اجازه بده من صبحونم بخورم. چشم، حرکت میکنیم. باشه، هرچی شما بگید.
سرگوشی رو بدم بیا. باشه. کجان؟ کجان؟ این دوتا کجان؟ تعارف نکنی بفرمون تو. راستشو بگو، تو نمیدونی کجان؟ چه میدونم، بر نگشتم. میگم محمودا، من دلم نمیخواد برای سر این دوتا بچه بیاد، ولی اگه تو جای من بودی چی کار میکردی؟ هیچی. منم مثل مردم محل، نه اینکه خودم را بیفتم و پلیس بازی در بیارم. هی بگو پلیس بازی کدوم مرد حسابی؟ آدم اگه بخواد تو محله حق خودشو بگیره اشتباس. بابا دارو ندارم و بردن، میخوام پولا رو برگردونم. بهشون بگو باهاشون کاری ندارم، فقط اون چیزایی که دزدیدن رو برگردونن. همین. صبر کن احمد آقا. ببین من میخوام یه نصیحتی بدم. بله اون کن بابا محمود آقا. احمد آقا ببین، گوش کن. گوش نمی کنه که محمود آقا. سرکم ببینم تو اینجا بودی؟ آره اومدم یه چند چیز بردارم برم، حواست باشه. سرکم ببینم اینجا چه خبره. میگم آقا اساسم ببین جونم، این چیزایی که دزدیدین حالا ورزشتین پسشون بدین، خودتون رو خلاص کنین دیگه عزیزم. شما دیگه چرا محمود آقا، از شما واقعا بعیده که این حرفا رو بزنیم، ما که دزد نیستیم. چرا فرار کردین؟ خب برای اینکه بیگناه وارد زندان نشیم، یعنی نیفتیم تو زندان. عوض شدی، حرفات عوض شد، لباست طوری شده. تک کردم، اصلا عوض شدم، زندگیم یه جوری دیگه شده، میخوام ازدواج کنم. ساسان دیگه مرد. آره این خوبه محمود آقا، اینجوری بهتره. خودتی همینجا باش، جایی نری ها. من بر میگردم یه الان، هر جوری که راحت هست.
آقا ترسیدم. ببین من تو رو باید تحویل قانون بدم، تو راه اشتباه نمیفهمی. پلیسی؟ نه من محمود آقا. محمود آقا واقعا که الان چه موقع شوخی کردن مرد حسابی؟ خدا نگهدار. شوخی نمی کنم. ایست شوخی نکردم که. کجا میری؟ شما اینجای مامان؟ راستش دارم میرم خونه نگارینا، میخوام سیدی پروژه امتحانی ما ازش بگیرم. نمیخواد بری، بابات بیاد بعد برگرد. من چی کار به بابا دارم؟ مگه من بچه‌ام؟ تو بچه نیستی. بابات بیاد حرف میزنه، من حوصله ندارم. با آقای معصومی هم میونه خوبی نداره، بفهمه اونجا رفتی قشقرق به پا میکنه. برگرد. پس برادرها کجا هستن؟ ناراحت نباش، یه کمی دندون جگر بذار، اونا رو هم میبینی. دست در نکن. پس این ساسان کجاست؟ نگفت کجا میخواد بره؟ من خواب بودم ولی فکر کنم بدونم کجا رفته. قرار بود بره پولش رو سامانمونو بیاره، میگفت اگه بخوام اینجا بمونیم لازمون میشه. پس هر جا باشه الان دیگه برمیگرده. مگه قرار بوده بر نگرده؟ نه راستش گفتم شاید دوباره بخواد فرار کنه. نه خیالتون راحت بشه نگار خانم، هر جا باشه پیداش میشه، خیلی وقت رفته. میگم حالا چرا زنگ نمیزنی به پلیس که بگی این دو نفر اینجا هستن؟ باید کاری کنیم که اهالی خودشون بیان اینجا بگیرنشون. این معصومی هم از چشون بیفته. فرما اینم داداش بزرگه. بیا بشین، نمیخواد سرتو بندازی پایین. سعید همه چیزو تعریف کرد. ببخشید، با اجازه. بفرما. آقا معصومی، ما خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم، شرمندتیم، یه جورایی خاک پاتیم، ولی دوز نیستیم. دوزی تو مرام و مسلک ما نیست. به جون همین نگار خانوم. آقا ساسان. بله. حالا که به قول خودتون تو ترکین، پس لاقل خودتون باشین. چشم. ما دزد نیستیم. دزدی کار ما نبوده.
شاید شخص دیگر دزدی کرد. گفتم که دزد اومده هر چی که تو خونه بوده برده. چی کار کنم پسرم؟ بابات میگه به من دیگه ربطی نداره، بذار بره زندان. فریدون جان قربونت برم پسرم عزیزم، ببین من حتی شده طلاهامم بفروشم این کارو میکنم تا بهت پول برسونم. باشه باشه، صبر کن ببین من چی کار میکنم. خداحافظ. کدوم طلاها؟ تو که دو سری پیش اونها رو فروختی. خب باید یه چیزی میگفتم که یه جوری خیالش راحت کنم دیگه. خب بگو برگرده. ببینم اصلا واسه چی مونده اونجا؟ چه میدونم، خسته شدم دیگه از دست تو، از دست بابا، از دست فریدون، از دست خودم خسته شدم. آره بهتره خودتون رو معرفی کنید، منم میرم سند میذارم میارمتون. مطمئن باشین، مطمئن باشین که بیگناهیتون هم ثابت میکنه. چشمان رو مسئولیم، ما فردا اول وقت میریم کلانتری. آفرین، آره این خوبه. فقط یک قولی هم باید به من بدین و اون اینه که روش زندگیتون هم عوض کن. باید اینجا بیستین و کارگری کنید. منم بهتون قول میدم که کمکتون کنم. جعفر آقا که دیشب این برده ها از ما کار کشیدن. بله. کیه؟ ببخشید. خب دوستمه. خب جوابشون بدین ای چیز نموش. ببخشید. خواهش کنم. سلام پروانه. سلام، چطوری؟ خونتون زنگ زدم برنداشتی؟ آخه خونه نیستیم راستش، الان پیش ساسان و سعیدیم. جدی میگی؟ حالشون خوبه؟ آره خوبن، بیچارا همش تو توهم بودن. من قسم میخورم که دزدی کار اونا نبود. زنجیر چی؟ ساسان میگه که دو هفته یه که زنجیرم رو گم کردم. آره راستی بابا چطوره؟ هیچی، از صبح که رفته دنبال سعید و ساسان هنوز نیومده خونه. همینجاست. مطمئنی خونه خلوته؟ یه دختر یه پدر بیشتر نیستم، پدرم پیره. بریم بریم خطا آب دونش. بابا. بله. شما فکر میکنیم که اینا درست بشن؟ من فکر نمیکنم، مطمئنم. تو هم خودت ناراحت نکن. آخه اصلا به من چه که اون منو دوست داره؟ من اصلا دلم نمیخواد اون منو دوست داشته باشه. ولی خب خودش منو دوست داره. من اصلا دلم نمیخواد شوهر آیندم یه آدم بی آینده باشه. خیلی خب من که چیزی نگفتم دخترم. میگم بابا حالا با این کارهایی که اینا کردن یا چه میدونم شاید هم نکردن وضعیتشون چجوری میشه؟ میشه یه کاری کرد که اونا کارگر نباشن؟ اونا کارگر نیستن، برای خودشون کار میکنن. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اونا به اندازه کافی درآمد دارن و توی محل هم به هیچ کسی بدهی ندارن و اگه میبینی کارشون به اینجا کشیده شده اونا فقط مقصر نیستن، بلکه من و اهالی محل هم به نوعی تقصیر. من اصلا نمیفهمم شما چی میگین. یعنی چی شما مقصرین؟ اونا بدهکار نیستن؟ خب یه سال بعد از فوت پدرشون اونا مف خوردن و مف گشتن و مف خوابیدن، تو محلم که هرچی خواستن بهشون دادن که مفت بوده، ولی پولشو دادن دخترم. خب اونا که پول ندارن. چرا دارن؟ این که پدرشون پیش من گذاشته، پولی که من و جعفر آقا
رستوران پارک رو روبرا کردیم. من دیگه حسابی دارم گیج میشم بابا. اینم وصیت پدرش بود تا موقعی که سر اونها به سنگ نخورده و سر عقل نیومدن چیزی بهشون گفته نشه. تو هم دخترم هیچی از من نشه. فهمیدی بابا؟ خودت هم میدونی میخوای چی کار کنی؟ آره خوبم میدونم. من میرم پیش معصومیش، تو هم اصلی بر میگردی پیش اینا، بهشون میگی شنیدی دوزنا امشب میخوان خونه معصومی رو بزنن، اگه بخوام بگیرنشون بهتره بیان محله خانهشون کن. منم معصومی و بقیه رو خانم. چطوری؟ خودم فکرشو کردم. یه دلیل بابا دست بابا چیزی شده؟ احمد آقا گفته بیایم اینجا. احمد آقا گفته؟ بله آقا، میگه موضوع مهمیه. پس خودش کجاست؟ گفت میاد اینجا. سلام عرض کردم آقای معصومی. احمد آقا گفتن منم بیام اینجا. خب دیگه میتونی بدونی قفل و زنجیرش یادت نره. برم یادت رو بدوشم خانهشون کن، هر طور شده شب بیام. کارت تموم شد برمیگردی در خونه. چشم. معلومه که مطمئنم. اون بابایی که اینا رو خریده بود آدرس نشونی که میداد دقیقاً به سعید و ساسان میخورد. میگم احمد خب تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟ از کجا پیدا کردی بگو. ای بابا مگه چند تا بز خرید دور و برو هست؟ پرسون رفتن اونی که اینا رو خریده بود پیدا کردن، کلی بهش پول دادم تا زبون باز کرد. من دارم میگم امشب پیداشون میشه، قراره یه خونرم بزنه. اگه پیداشون نشد چی؟ اون وقت من شکایتمو پس میگیرم، ولی مطمئنم که پیداشون میشه. خب به پلیس خبر بدیم تا اومدن دستگیرشون کنه. پلیسو ببینن که فرار میکنن. پلیس هم مگه چند تا نیرو میتونه بیاره؟ ما هم که هنوز مطمئن نیستیم. پس خودمون امشب تو محله کشید میدیم. آره این بهتره. خیلی خوب، پس حالا میتونی بری سر کاراتون. چیکارچی رو باید چیکارش کرد؟ چیکارش کرد؟ احمد آقا بله وسایلتون اینجا بوده. الان میارم خدمت. داداش جونم یارو کی بود؟ چیزه پیغام آورده بود. پیغام؟ آره باید بریم. کجا؟ محل. محل برای چی؟ ببین این یارو میگفتش که امشب قراره دزدا برن خونه آقا معصوم اینا، باید بریم هر جوری شده بریم محل برسیم. داداش از کجا معلومه یارو راست میگه؟ بعدش از کجا میدونست ما اینجاییم؟ آ دزدی به ما چه ربطی داره داداش؟ یعنی چی به ما چه ربطی داره؟ اولا که یواش صحبت کن، بعدش هم که پس برای یه موقع جونت نگار خانم به خطر بیفته اون وقت من دیگه خودم نمیبخشم.
بله. سلام پروانه. سلام، چه خبر؟ بابات خونه است؟ نه، رفته مسجد. چیزی بهت نگفت؟ نه. چطور مگه؟ لپتاپم پیدا شده. یعنی بابام پیدا کرده. بابام میگفت سعید و ساسان اونا رو به یه نفر فروختن. بعدش هم قراره امشب بیان دوباره تو محل دزدی. همه تو مسجد جمع شدن. قراره امشب حتما اونا رو بگیرن. پس چرا بابام بهم هیچی نگفت؟ ببینم، بد کاری کردم به زنگ زدم؟ نه، خوب کاری کردی. منم میرم. مگه من چیم کمتره؟ وای به حال ساسان، اگه امشب این طرفا پیداش بشه میدونم چیکارش کنم. منم میام. کمک میخوای؟ خب دوستان، تمام گفتنی ها توی مسجد گفته شد. فقط استدعای من اینه که در همه لحظات گوشی هاتون دستتون باشه. به محض اینکه چیزی رو حس کردید همه رو در جریان بذارید. محمود آقا و شما، بله، تشمیم برید ورودی محل. بریم. و شما و شما این ورودی. چشم آقا. احمد آقا من خودم میدونم باز کجا برم. رابیو برید. آقا ساسان، آقا سعید، مرتضی. بله آقا. بیا آقا. بله آقا. این دو نفر رو ندیدی؟ تو پوشاشون رو در آوردن آقا، گفتم میریم زود برمیگردیم. خیلی خوب، برو به کار درست. آره آهو خیلی دوست داشت. بعد آهو که چیگار میکردن داشت. آقای محصولی گفت که من اصل حمله کن. خاله خواه، همینجا منتظر میمونی. خسته نباشید. ممنون، شما خسته نباشید. چه خبر؟ این طرف که خبری نبود، حالا داریم میریم این طرف ببینیم چه خبره. خب، الحمدلله، هیچ خبری نخواهد. آماده ای؟ آره. مامان چیزی نگو؟ نه، قرصاش خورده خوابیده. بودو. آره، ولی قرارمون این نبود بابا. ما که دوز نیستیم. مگه نگفتی خونه خودته؟ گفتی همش به خاطر زنته. تازه گفتی میندازی گردن دو نفر دیگه و قصه تمومه. دعا کنی هیچ وقت بچه ناخلف گیره نیفته. دار و نداره تو میدی، آخرش هم هیچی به هیچی. بشه بشه. فکر کنم خودشونن. نه چی کارشون کنم؟ نه بیا خب بیا. علی پرشو توی ها؟ کدوم سمت؟ سمت خونه ما؟ باشه همین الان میگم.
بریم. کجا؟ ایس جد تکو نکنید. ایس سراخ سراخ نکنم. نظری یه وقت ما آره ماییم. چه کار داری میکنی؟ اینجا چه خبره؟ اینا کیان؟ دو دوزان دیگه. ساسان و سعید. بابا بیهوش شدن. بابا وای. دیدین دروغ نگفتم. بفرما نگاه کنید خودشونن. این دیگه کیه؟ دیدی احمد آقا که اشتباه گرفتی؟ چی داری میگی؟ شما این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ دزدا اونجا. کجا هستن؟ اونجا افتادن. تو اینجا چی کار میکنی؟ تکون نخور. بگیر بالا اون اصلا رو، تو کار دستمون ندادی؟ اینو اول دقیقه. این خالیه. یا عمره که خالیه. نگاه کن. نه ترس. ساسان آقا مسومی دوزده میخوان امشب بیان خونه شما. نه راحت نشد. تموم شد دوزده اینجا. کدوم نامردی زد تو سر من ها؟ من بودم آقا ساسان. شما بودی؟ اشکال نداره. مردم دوزدی میکنیم اینجا گردن ما. آره؟ آره؟ جلو رحمد آقا کجاست؟ راست میگه. کجاست؟ بزنم تو کوشه. کجاست؟ حرف بزن. چند نفر رو باید جواب بدی؟ دلارا کجا بود؟ بازم میگم ما دو ماه پیش رفتیم پایین توی خونه دیگه، فقط یه تلویزیون و یه دونه فرش بردیم. خونه ای آقا هم اصلا دوزدی نکردیم. دروغ نگو. کجاست؟ آقا ساسان شما اصلا برای چی اومدین اینجا؟ مگه قرار نبود همونجا بمونین؟ راست میگه. شما برای چی اومدین اینجا؟ کی به تو گفت؟ من؟ پروانه گفت قرار ساسان و سعید بیان اینجا دزدی. منم از بابام شنیدم. خب تا اینجاش که درست. حالا کی به شما گفت؟ برای چی شما اومدین اینجا؟ واسه ببینم چرا اینجوری من رو نگاه میکنی؟ نکنه واقعا فهم میکنی ما دوزی؟ آره؟ آره؟ آقا جمال تا حالا شده تو این چند سال که ما میام ازت میوه میگیریم بدون اجازه شما دست به میوه بزنیم؟ نه. تا حالا شده میوه برداریم اجازه نگیری؟ تا حالا خونه چیزی کم شده؟ دوزی دیدی اما؟ ابدا آقا فرشاد شما بگو. ما هر روز میام مغازت، تا حالا دستکشی هم ما دیدی؟ تا حالا سعید چیزی دزدی کرده؟ نه. طوری شده؟ بگین دیگه آقا مسئولی شما که بابای ما رفیق بودین، میشناختینش، دوستتون بود. ما هم موقعی که مادرمون مرد تنها شدیم. منم دیگه یه جورای قاطی کردم. این داشتم که هیچ که نداشت به جز من. چه میدونم این مدلی شده بودم، یه مدل دیگه شده بودم. عدای مثلا
ما رو در می آورد. ولی دزدی نمی‌کردم. من دزدی نکردم دارم. باور کن آقا مسئول. تو تا دزدی کردی؟ راست بگو. چیزی ای برداشتی بگو. بگو با در آبرون میره. دبی جون داداش من. بگو دیگه. تا حالا دزدی نکردم داداش. ما دزدی نکردیم. بی خودی به ما شک کردیم. یه نامردی بلند شد اومد هم اینا همون نامرده همون بلند شد اومد به ما گفتش بیان جون نگار خانم تو خطره. به جون خدا ما مسئولیم بود. نه آقا من اصلا تا حالا شما رو ندیدم. چرا دروغ میگی نامرد؟ ها؟ نه آقا من دروغ نمیگم. شما کی هستین؟ مال این محل که نیستی؟ نه خیر آقا من با ایشونم. احمد آقا ایشون با شما هستن؟ احمد آقا بگو دیگه. بگو منو میشناسی؟ آره این با منه، دوست منه. من ازش خواستم به این بگه. من خود من خونمو زدم، پولمو دزدیدم. بابا دیگه خسته شده بودم، داشتم مغازمو از دست میدادم. من به اون پولا احتیاج داشتم. نمیخواستم مادرتو ناامید کنم، نمیخواستم حالش بدتر از اینی که هست بشه. آره من خودم خونم رو زدم، دزدیدم. گفتم شاید اینطوری به خودش بیاد، مادرتو بگم. حالا دیگه اگه میخواید میتونید به پلیس زنگ بزنید. جواد آقا به پلیس زنگ بزنید، بیان این دو نفر رو ببرن. شما محمد آقا خواهش میکنم خودتون فردا برید کلانتری و همه چیز رو بهشون بگید. آره اینطوری بهتره، اینجا دیگه تصمیم گیرنده قانونه. بابا صبر کن منم بیام. خیلی خوب ببریدشون، ولی مواظب باشید در نرن. خسته نباشید امام مسعود. ممنون. میگم نگاه خانم خیلی محکم کوبیدین تو کله منو درد میکنه. دلم خنک شد. خب و حالا که دلتون خنک شده میشه بیام خواستگاری؟ البته این دفعه هر چی که شما بگین همون حرف شما باشه، ولی هر چی پدرم بگه. همون دیگه، هر چی پدرتون بگه. بهتره که چه شاسو بهتر اون دست خسن کرو بهتر اون گرم خود اصلا فکرش هم نکنه احمد آقا مخلصتن. قربونه به رحمته. خیلی ممنون باشکه. مبارک باشه. سعید پلیس. احمد آقا اینو یه سعید برو در رو. کجا؟ پلیسه. مگه کاری کردی؟ ما نه کاری نکردیم. پس سر جاد وایسا. ها؟ راست میگه، ما که ترک کردیم، اصلا کاری نکردیم. چش. سلام سرکار. سلام، خسته نباشید. اومدیم دنبال آقایون ساسان و سعید پاکدل. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ کاری کردن؟ نه خیر، مشکل خاصی نیست، مسئله پرونده سربازیشونه. ولی من یادمه که یک سال پیش
پدرشون برای کفالت اونها اقدام کرده. بله تو پروندهشون هم ذکر شده، ولی چون دنبالش نگرفتن سرباز فراری معصوم میشن. بله بله، ولی الان که عروسیشونه میتونم ازتون خواهش کنم بعدن خدمتتون برسن؟ باشه اشکال نداره، ولی سریعا مراجعت کنن که مشکلی براشون پیش نیاد. خداحافظ. خسته نباشید.